خب تصاویر کوتاهی بود از تظاهرات هموطنانمون در نیویورک، تصاویری که شور و خروش هموطنانمون رو به خوبی نشون میداد و میشد در از این تصاویر این فضا رو دید و گرفت. از سوئد کوروش رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به کوروش، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای رفیعی و با سلام خدمت مهمان برنامه خواهر عزیز سرناز چیتساز و تشکر از فرصتی که به من دادید. با سلام به شما. سلام عرض میکنم خدمتون خواهر سرناز. قبل از هر چیز اجازه بدید که بگم که تظاهرات نیویورک در واقع در اعتراض به حضور روحانی در مقر سازمان در آستانه سالگرد تظاهرات تاریخی 5 مهر توی سال 60 برگزار میشد و جا داره که یاد اون قهرمانان بن‌بست شکن و شهدای اون تظاهرات در دوران اوج اختناق خمینی ملعون رو زنده کنیم و یادشون رو گرامی بداریم. قهرمانانی که در اون دوران سیاه اختناق پیام مقاومت و پایداری رو با پرداخت بالاترین بها، یعنی با گذاشتن از اون خودشون مشعل مقاومت و جنگیدن برای سرنگونی رژیم ضد وحشتگری خمینی و رسیدن به آزادی رو روشن نگه داشتن که تظاهرات نیویورک از اعتراض به حضور روحانی شیعیان در مقر سازمان ملل که در هفته گذشته در واقع برگزار شد، هم تو ادامه همون قیام برای سرنگونی رژیم و کسب آزادی برای خلق قهرمان ایرانه. تظاهرات نیویورک در واقع در مقابل مقر سازمان ملل علیه رژیم شکنجه و اعدام و سرکوب در حالی برگزار شد که رژیم ولایت فقیه در گرداب بحران‌های داخلی و خارجی، اقتصادی و سیاسی، منطقی و بین‌المللی و در یک کلام در انزوای سیاسی و تحریم اقتصادی، فساد اقتصادی و اخلاقی از یک طرف و جامعه معترض ایران که شامل تمامی طبقات افکار اجتماعی از کارگر و معلم و تجاوز و کامیونداران و سپرده‌گذاران و بازنشستگان و خلاصه تمامی جامعه ملتهب ایران از طرف دیگر روبروست. این تظاهرات در زمانی برگزار شد که در واقع موضوع رژیم چموش ولایت فقیه و لگد پرانی هایی که برآمده از ذات و فطرت ضد تاریخی و ضد انسانیش هست روی میز جامعه بین‌المللی است که با این پدیده بدخیم چی کار کنند. صدای من میاد؟ بله بفرمایید. ببخشید با ادامه میدم. بله داشتم میگفتم در واقع این موضوع رژیم این رژیم چموش ولایت فقیه روی میز جامعه بین‌المللیه که با این پدیده بدخیم معاصر چیکار کنن. این تظاهرات در واقع پیام مردم به جان اومده ایران که برای تغییر رژیم که در حال شورش هستن رو به جامعه بین‌المللی و مردم دنیا داد که مردم ایران به دنبال سرنگونی این رژیم هستند و مردم ایران همونطور که آقای رودی جولیانی تو صحبتاش به درستی اشاره کرد که بحران انقلابی جامعه ایران رو گرفته و علائمی که از ایران میرسه نشان از دوران انقلاب در ایران است. حرفی که من فکر میکنم تو جایی شنیدم که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هم دونالد ترامپ هم تکرار کرد. سوال اینه که آیا همینطوری خود به خودی به اینجا رسیدیم که مثلا نخست وزیر آلبانی آقای ادیراما از قتل عام اپوزیسیون رژیم منحوس ولایت فقیه تو کشورهای مختلف از تریبون سازمان ملل اینو مطرح بکنه و خواستار جلوگیری از تعرضای رژیم ضد بشری آخوندی تو کشورش بشه و یا اینکه مثلا یه مقایسه ساده در مورد محمد جواد ظریف که وزیر خارجه رژیم که در دوران اوباما با جان کری تو خیابونای سوئیس قدم میزد و باد به قبقب مینداخت با امروز که برای ملاقات ظریف با مجید تخت‌روانچی در واقع نماینده رژیم ولایت فقیه تو سازمان ملل که تو بیمارستانی توی نیویورک بستری شده مجوز صادر نمیکنن و آقای پومپو وزیر خارجه آمریکا شرط میذاره که رژیم باید یه زندانی آمریکایی رو آزاد کنه تا ظریف بتونه با تخت‌روانچی ملاقات کنه که البته دلیل خودش رو هم داشت که درستم. اینا همه در واقع حاصل در واقع تلاش‌های شبانه‌روزی مقاومت ایران بوده که جامعه جهانی رو با فریبکاری‌ها و دغل‌کاری رژیم آشنا کرد،
البته با پرداخت بهای سنگین که از 30 خرداد سال 60 و همونطور که در ابتدا گفتم در 5 مهر سال 60 تا به امروز ادامه داشته. بعد از خروج آمریکا از برجام که در واقع ضربه سنگینی به سیاست مماشات بود، که البته اینم حاصل تلاش‌های مقاومت بود در مبارزه و افشاگری رژیم، اگر به وضعیت رژیم نگاهی بندازیم می‌بینیم که رژیم راه حلی نداره و در بی‌راه حلی سردرگمه. این یعنی بن‌بست. ببینید اگر منحنی تعرضات رژیم طی 1 سال اندی گذشته رو ترسیم کنیم، می‌بینیم که رژیم با بمب‌گذاری تو 4 کشتی در سواحل امارات شروع کرد، بعدش انفجار بمب‌گذاری کشتی ژاپن و یک کشتی دیگر درست زمانی که رئیس جمهور ژاپن برای مذاکره تو ایران بود، بعد از اون سرنگون کردن پهپاد آمریکایی و گرانگیری کشتی‌ها و در آخر هم حمله به بزرگترین تأسیسات صنعتی نفتی جهان تو عربستان که در واقع راه رو برای مماشاتگران توجیه‌گر هم بست که انگشت نشانه رو به سمت رژیم آخوندی نشانه نروند و اومدن و بیانیه دادن که این کار رژیم بوده. در واقع منحنی تعرضات رژیم تو منطقه از عملیات خرابکاری کوچک به سمت عملیات خرابکاری بزرگتر رفت بدون اینکه توانسته باشه امتیازی بگیره، و به نظرم معنیش اینه که رژیم اهرم فشاری رو که هم دائما تهدید به استفاده کردن از اون میکرد بی اثر شده و یا کم اثر شده، و این در واقع نشان از این داره که رژیم ضعیف و ضعیفتر شده و تمام این تعرضاتش هم در واقع حاکی از ضعفش هست و نه قوتش، چیزی که مقاومت ایران طی 3 دهه گذشته 4 دهه گذشته سعی کرده جامعه جهانی رو با اون آشنا کنه، و در واقع رژیم اهرم‌های چانه‌زنی و امتیازگیریش هم از دست داده. و تو این شرایط بود که تظاهرات توی نیویورک انجام شد، یعنی زمانی که موضوع ایران روی میز جامعه بین‌المللی است، از یک طرف رژیم بدخیم آخوندی که ظرفیت رفرم تو ایران رو نداره، ظرفیت اومدن بر سر میز مذاکره هم نداره، و در طرف مقابل مقاومت ایران با برنامه 10 ماده‌ای خاورمریم با حمایت مردم ایران و حمایت در واقع رهبران و قانونگذاران جوامع دموکراتیک از 5 قاره دنیا. صحبت ها ما خواستم با یادآوری 2 تا فرمولی که رهبر مقاومت برادر مسعود دادن در واقع تموم کنم، و اون اینه که سال 60 برادر مسعود گفت افعی کبوتر نمیزاد، امروز همه دیدن درست بود. فکر کنم سال 88 بود برادر مسعود گفت اگر اشرف بایستد دنیا در کنارتان خواهد ایستاد، و دیدیم که همین طور شد و اوجش برنامه اشرف 3 تو آلبانی بود. در اینجا خواستم از خانم دکتر رامش سپهراد واقعا تشکر کنم که مثل شیر قریدن و واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی در خارج کشور هستش که چنین شیر زنانی در صف مقدم مبارزه علیه این رژیم هستن، و براتون آرزوی موفقیت میکنم. درود به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم، پیروز باشید. با تشکر از شما. درود بر کوروش، خیلی ممنون از تماستون. منم تشکر میکنم از برادرمون کوروش. درود به شما که صحبتاتون رو با یاد شهدای 5 مهر شروع کردین، که البته باید گفت خودتون و حضور فعالتون تو تمام این تظاهرات ها نشون دهنده این هستش که آرمان و راه اونها رو زنده نگه داشتین، و خیلی به نکته خوبی اشاره کردیم برادرمون کوروش که واقعا همه این اقداماتی که رژیم داره میکنه ناشی از ضعف رژیم هستش و نه از سر قدرتش، و این رو الان دنیا داره به خوبی میبینه. با تشکر و خدا قوت. بله، الان به من اطلاع میدن که تماسمون وصل هست با آقای ناصر شریف که از این لحظه میتونیم با ایشون ارتباط داشته باشیم و در مورد تظاهرات نیویورک همزمان با برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زبان ایشون بشنویم. ناصر عزیز سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید به این برنامه. منم سلام میکنم خدمت شما آقای رفیعی عزیز و مهمان بسیار گرامیتون خانم چیتساز و خواهر سروی گرامی. خسته نباشید و واقعا دست مریضات
به همه تلاش ها و برنامه های خوبی که در سیمای آزاد داریم. شما خسته نباشین برادر ناصر، واقعا دست مریضات به شما و همه خواهران و برادرانمون در آمریکا با این شاهکارهایی که هر روز ایجاد میکنین. خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم. ناصر عزیز، ما دقایقی پیش صحبت های خواهرمون رامش سپهراد رو شنیدیم، توضیحاتی میدادن از اونچه که واقع شد در نیویورک و همینطور باستاب های اون، چه در رسانه ها و چه در بین هموطنانمون یا سخنرانان. خب با توجه به اینکه خود شما هم در واقع یکی از دست اندرکاران برگزاری این تظاهرات بودید از نزدیک، حتما گفتنی ها زیاد دارید. خود شما رو ما در فیلم هایی هم که هموطنانمون از روزهای قبل در واقع قبل از این تظاهرات در نیویورک، آکسون های مختلفی که در نقاط مختلف داشتند می دیدیم، پا به پای هموطنانمون که حضور داشتید و در اون صحنه ها، در صحنه های اعتراض هموطنانمون حاضر بودید. شما چه توضیحی دارید در مورد این تظاهرات، فضایی که وجود داشت و چه گفتنی هایی در واقع دارید که ما اینجا مشتاقیم بشنویم؟ خواهش میکنم. من در ابتدا درود میفرستم به همه هموطنان عزیز، ایرانیان با غیرت، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت که از سراسر امریکا و تعدادی از هموطنان از کانادا و یا اروپا به ما پیوستن برای برگزاری این تظاهرات. همونطور که اطلاع دارین این تظاهرات به فراخوان سازمان جوامع ایرانیان در آمریکا، سازمان اویک، برگزار شد و دوستانمون از 40 ایالت مختلف امریکا از چندین هفته قبل و شاید 2-3 ماه قبل وارد این کارزار شدن با بسیج هموطنان و به هر حال اعلام بیرونی این از همه خواستن که در این تظاهرات بسیار مهم شرکت بکنن و واقعا تظاهرات بسیار باشکوهی بود. همونطور که گفتین این چندین روز تظاهرات بود، تعدادی از دوستان و اشرف نشانها زودتر خودشون رو به نیویورک رسونده بودن چندین هفته قبل و با برگزاری آکسونهای مختلف و اطلاع رسانی به شهروندان امریکایی وارد این کارزار شده بودن و روز قبل از تظاهرات روز اولمون هم یک تجمع بسیار باشکوهی در روبروی هتل آخوند شیاد روحانی برگزار شد که بسیار قابل توجه و مورد توجه شهروندان امریکایی و همینطور هیئت‌های دیپلماتیکی که از اونجا عبور می‌کردن قرار گرفت و کلاً واقعاً میگم کارزار بسیار غرورآفرینی بود با توجه به اینکه همه هموطنانمون از همونطور که گفتم از ایالت‌های مختلف امریکا حل تضادهای مختلف از جمله کار و گرفتن مرخصی، متحمل شدن هزینه‌های بسیار برای سفر وارد این کارزار شدند و چندین روز در نیویورک حضور داشتند که بتونن صدای مردم ایران و مقاومتشون رو به گوش جهانیان برسونن. به خصوص که این تظاهرات در وسط هفته هم برگزار شد دیگه. دقیقاً این روزهای یعنی مشکل رو مضاعف می‌کرد. با این حال که داشتیم همین بود که همه بتونن مرخصی بگیرن. همونطور که می‌بینیم مدارس اینجا چندین هفته از شروع شده و به هر حال شرکت بسیاری از جوان‌ها و اینکه مدرسه نرفتن و به هر حال اولویت رو به شرکت به این تظاهرات دادن واقعاً قابل توجه بود و جا داره که از همه‌شون من اینجا تشکر کنم. نمونه‌های ناصر داری از واکنش‌ها و بازتاب‌هایی که این تظاهرات ایجاد کرده بود در واقع، چه در بین هموطنانمون چه در بین شخصیت‌های شرکت کننده یا همچنین رسانه‌ها، چه سراسری چه محلی؟ بله نمونه‌ها بسیار، اصلا توی صحنه واقعا آدم می‌دید که این شور و هیجانی که همه هموطنان دارن و این با غرور این فریاد مرگ بر روحانی و مرگ بر رژیم آخوندی رو سر میدن،
همه نشانه از واقعا این امیدواریشون به آینده و سرنگونی رژیم هر چه زودتر داشت و تو خب صحبت با هموطنان و یا حتی شهروندان امریکایی که از اونجا رد می شدن همه می آمدن عکس می گرفتن و تشکر می کردن و یه سری از دوستانم قبلا تو صحبتاشون توضیح دادن تا حتی پلیس اونجا، پلیس نیویورک و یا آتش نشانی و غیره دستاشون رو به علامت پیروزی برای ما بالا می بردن و تشویق می کردن. و همینطور من خب یه قسمتی از کارم با سخنرانا بود و پشت صحنه بودم، ولی با اونام که صحبت میکردم واقعا از این که این مقاومت همیشه در صحنه هست، از این که برنامه های این مقاومت و هموطنان ایرانی چقدر با تشکیلات منسجمی برگزار میشه و داریم به روز آزادی نزدیک میشیم، همشون رو این تاکید داشتن و تا حتی توی صحبت‌های بسیاری از این شخصیت‌ها هم بود. مثلا آقای لیبرمن نکته خیلی جالبی گفتن در صحبت‌هاشون، با توجه به اینکه تمام مسائل سیاسی رو مرور کردن ولی آخر سر گفتن که رژیم آخوندی از مردم ایران و مقاومتش بیشتر از هر کس دیگری ترس و وحشت داره. این در صحبت‌های جنرال کین هم بود و این خیلی قابل توجهه که به هر حال این کارزار عظیمی که در سراسر دنیاست، مخصوصاً باید دست مریضات بگم به این گردهمایی بزرگی که در اشرف سه بود و جهانیان دیدند که به هر حال این آلترناتیو اصلی رژیم اونجاست، حی و حاضره و به هر حال اینها همه روی این تاکید داشتند. در مورد خبرنگارها پرسیدین، ابتدا زیادی از خبرنگارها چه داخلی خود امریکا و چه بین‌المللی شرکت کرده بودند. تلویزیون‌های خود نیویورک در اونجا حضور داشتند که گزارشات بسیار خوبی دادن. از کشورهای عربی خبرنگارهای مختلفی شرکت داشتند که بازتاب‌های این تظاهرات رو دادن و همینطور خبرگزاری‌های همونطور که خانم سپر رادم گفتن، خبرگزاری فاکس نیوز که یکی از بزرگترین خبرگزاری ها اینجاست به طور مستقیم تظاهرات رو پوشش داد و همینطور صدای امریکا همزمان با سخنرانی روحانی تقریبا 20 دقیقه تظاهرات هموطنانمون رو در نیویورک به طور مستقیم پخش میکرد که خیلی قابل توجه بود. بله، درود بر شما ناصر عزیز. حتما اگر فرصت بود جای پرداختن به این موضوع که از زبان شما بشنویم بیشتر بود. انشالله فرصت باشه در برنامه‌های آینده در این مورد و در مورد سایر فعالیت‌هایی که شما و دیگر خواهران و برادرانمون در آمریکا برای پیشبرد اهداف مقاومت دارید بیشتر بشنویم. به هر حال به همین میزان به شما خسته نباشید میگیم، دست مریضات واقعا، انشالله که موفق و پیروز باشید هر چه بیشتر. خارسر بیا اگه شما نکته دارید. بله، خیلی ممنون. منم از برادر ناصر خیلی تشکر میکنم به خاطر همه کارهایی که کردن. واقعا یک چیز جمله خیلی جالبی گفتن، گفتن این کارزار غرورآفرین. به نظر منم واقعا یک کارزار غرورآفرین بود و برای ما که بیننده اون فقط بودیم این به خوبی به چشم میخورد. این شور امیدی که به قول شما در تک تک شماها که اونجا چه در صحنه حضور داشتین چه اونهایی که در پشت صحنه داشتین این کارزار رو میچرخوندین کاملا محسوس بود و این همون ویژگی این مقاومته که از اشرف تا سر تا سر جهان این ادامه داره، چون که هنوز اون آرمان نهایی و اون آزادی مردم ایران محقق نشده. پس باید براش دوید و من به شما خسته نباشید میگم و واقعا درود میفرستم بهتون. درود بر شما، خسته نباشین و اجازه بدین من صحبتامو با درود فراوان به کانون‌های شورشی قهرمان در داخل میهن اسیر تموم بکنم و خدا یار و نگهدارتون. موفق باشید. درود بر شما، خدا نگهدار شما. خب